بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 23 ماه جولای سال 2018 میلادی و برابر است با اول مرداد ماه 1397. خیلی خوشحالم که باز با جوانی دیگر هستیم از ایران و از طرفی متاسفم که این جوانها مجبورن کشور خودشون رو رها کنن و بیان. اینها سرمایه های فردای ایران هستند که متاسفانه به دلایلی که هممون میدونیم، دیکتاتوری ملاها و آخوندها، مجبورن کشور رو ترک کنن. برنامه ای رو مدتها پیش شروع کردیم به نام پناهجویان را دریابیم. امروز با آقای علیرضا نوری‌پور هستیم از دانمارک. من به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیارشون میذارم تا با شما به اصطلاح چند دقیقه صحبت کنن، شرایط خودشون رو در دانمارک بگن و بگن که چرا آقای علیرضا نوری‌پور امروز در دانمارک، میشه گفت در حالت برزخ و بلا تکلیف مونده. این کشور خودمون چه به سرش آمده که جوانها حاضرن فامیل و وطن رو رها کنن و در غربت بلا تکلیف بمونن. آقای نوری‌پور عزیز، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. برای خیلی از دوستان ما میاره که مجبور خودستان و به صورت پنده یا مهاجرت و هر سیستمی که بتونیم بیایم بیرون و یه زندگی حداقل آزاد یا در رفاه فکری حداقل بشه. من خودم رو معرفی میکنم برای بینندگانتون یا شنوندگانتون. من علیرضا نوری‌پور هستم، 36 ساله، از تهران، و من در انتخابات 88 دستگیر شدم. بعد از انتخابات در اعتراضاتی که بود به خاطر رأیی که از ما یا دوستان یا آشنایانی که به آقای موسوی رأی داده بودن دستگیر شدم، به زندان افتادم و بعد از یک سال به صورت وثیقه تونستم بیام بیرون. حتی یک سال کامل نشد، کمتر از یک سال، حدوداً 9 ماه طول کشید توی زندان که بعد به وسیله وثیقه اومدم بیرون. دوباره سال بعد دوباره دستگیر شدم که این دفعه به هم حدود 8 سال، بیشتر از 7 سال به هم زندانی دادن به اضافه شلاق. و بر اثر یه مرخصی که تونستم بگیرم، چون توی ایران یه قانونی هست، این رژیم آخوندی یه قانونی میذاره که شما زمانی که 50% محکومیتتون رو میگذرونید میتونید به صورت وثیقه یک هفته، 10 روز، 2 هفته، بستگی به قاضی داره، مرخصی بگیرید. که من حدود 50% محکومیتم که گذروندم باز به وسیله وثیقه یه 10 روز به هم مرخصی دادن که تو اون 10 روز دیگه برنگشتم زندان و به صورت قاچاق از ایران خارج شدم و بعد هم از ترکیه به اروپا آمدم. آقای نوری‌پور، یه سخت بود توی ایران، نه برای من، برای خیلی از آدم ها، ولی متاسفانه چه من چه خیلی از دوستانمون که توی سال 88 برای اعتراض به خیابان ها آمدیم، متاسفانه این اتفاق افتاد که شاید نظر من البته تغییر کرده باشه. متاسفانه از توی این سبد فقط همین آدم ها میان بیرون، فرقی نمی کنه که چه شکلی داشته باشن. هر کسی که میاد فقط برای خودش میاد، نه برای ایران یا برای آزادی ایران. و متاسفانه ما هم به یک نوعی گول این سیستم آخوندی و خیلی از سیستم های دیگر رو خوردیم و زندگی خودمون، خانوادهمون، آیندهمون و خیلی چیزهای دیگر رو متاسفانه خراب کردن. آقای نوری‌پور، شما به من بگید که من خودم 34 سال پیش پناهنده بودم، پناهجو بودم در آلمان و
میدونم که شرایط سختی، همین که آدم بلا تکلیف هست، حالت برزخ بهش باید بگی. چرا این کشورهایی مثل دانمارک و اینها اینقدر سخت میگیرن به نسبت گذشته؟ ضمن این که میدونیم شرایط ایران آسونتر نشده، بگیر و ببند و اعدام و زندان و اینها همونه، نیروهای شورشی بیشتر شده، به اصطلاح نیروهای ضد شورشی، یا به شماها میگن شورشی، به همین خاطر نیروهای ضد شورش استخدام کردن و درست کردن اینها خیلی ترسناک، مجهز با ماشینای نمیدونم آب پاش و چیزایی که اصلا به فکر شاه و رژیم شاه هم نمیرسید. حالا با این همه اوضاع و احوال چرا کشورهای مثل دانمارک و سوئد و اینها به شماها اینقدر سخت میگیرن و شرایط شما اونجا الان به چه صورت؟ حقیقت شو بخواد من اول توضیح بدم در مورد این که شرایط من اینطوری اینجا چطوری هست. نمیتونم بگم شرایط خوبیه یا شرایط بدیه. متاسفانه رژیم آخوندی توی اون زمانی که من توی زندان بودم یا بیرون از زندان برای آدم آسایش نمیذارن، که بعضی وقتا فکر میکنیم افغانستان هم از ایران بهتره. برای همین به نظر من الان، خب من شرایطم رو اگه بخوام با قبل از این که اومدم اینجا مقایسه کنم، میگم شرایط خیلی خوبی، ولی من زمانی که تو ایران بودم بر اثر شکنجه هایی که شدم، کمرم آسیب دید، مهره دو سه کمرم آسیب دید، و زمانی که وارد دانمارک شدم با واکر بودم و بعد هم عصا و طول درمانی که دولت دانمارک برای من گذاشته بود بر اثر عکس هایی که مینداختن و امارایی که انجام داده بودن و اینا، یک سری داروییه که من بوده دو ساله میخورم. میتونم بگم شرایطم از با ایران بخوام مقایسه کنم قبل از اینکه بیام، خب فوق العاده عالیه. ولی سختگیری که کشورهای غربی در حال حاضر دارن میکنن، من دقیقا نمیدونم چرا، ولی وقتی باشون صحبت میکنیم فکر میکنن ما رویا داریم براشون تعریف میکنیم. در مورد زندانهای رژیم آخوندی که صحبت میکنیم فکر میکنن یه خواب دیدیم و ما تو خواب شکنجه شدیم. فکر میکنن وقتی زندان میریم، من تو بند 209 اطلاعات زندان اوین بودم، زمانی که توی اون بند هستید حمام یک طبقه دیگه است، بعد اتاقها پنجره نداره، خیلی سخته، ساعت هواخوری جدا شما رو میبرن، خیلی شرایط واقعا سختی رو برای شما درست میکنن. شکنجه هایی که میدن، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، وقتی برای، حالا من مثلا دانمارک رو میگم، برای پلیس دانمارک و برای آدم هایی که توی دانمارک زندگی میکنن توضیح میدی، فکر میکنن شما دیشب خواب دیدی همچین چیزهایی رو، و متاسفانه نمیتونن باور کنن که کشوری هست توی دنیا که اینقدر هموطن خودش رو، نه یه غریبه رو، هموطن خودش رو در این حد آزار و اذیت میکنه. اونم زمانی که در بندی، زمانی که دیگه توی زندانی. اینجا میگن شما زمانی که میری دیگه زندان، دیگه تموم شد، زندگی تموم شد و شما اونجا هستی تا بیای بیرون. ولی اصلا نمیتونن درک بکنن که تو ایران شرایط زندان، شرایط بازداشتگاه ها چطوری هست، چجوری باز رفتار میکنن. وقتی که میان غذا رو پرت میکنن روی زمین، که روی زمینی که خیسه، و شما اصلا اون، ببخشید عذر میخوام اینطوری میگم، شرایطی که بوده مثل یک حیوان، مثل یک چارپا باید دلاشی و اون غذا رو بخوری. خیلی شرایط سختیه، خیلی شرایط سختیه، ولی متاسفانه کشورهای غربی تا خودشون نرن این زندان رو ببینن، که متاسفانه رژیم آخوندی بهشون اجازه نمیده که زندانهای ما بازرسی شه، یا اگر هم میخوان بازرسی کنن چهار تا اتاق خوشگل رو در میارن نشون میدن که این چهار تا اتاق رو شما ببین ما هم چقدر میرسیم، که البته من نمیدونم، فکر نمی کنم مثلا بازرسی بشه زندانهای ایران. خیلی سخت میگیرن و متاسفانه اینها چون باور نمیکنن و فکر میکنن شما خواب دیدی همچین شرایطی رو، شرایط پناهندگی سخت‌تر میشه، شرایط جواب دادن سخت‌تر میشه و متاسفانه توی این بلا تکلیفی میمونه. من الان حدود سه ساله که از ایران اومدم دانمارک، جواب مشخص نیست، حالا با وکیل باید به دادگاه برم ببینم چه اتفاقی میفته، و در نهایت فقط فرضش اینه که به هیچ عنوان ایران نمیتونم برگردم، چون
نه به خاطر اینکه چی میگن زندان یا هر چیز دیگه، برگشتن به ایران یعنی اینکه خیلی راحت اعدامت میکنن و وقتی میخوان اعدامت کنن نمیگن شما شورشی هستی، شما اعتراض کردی، میگن شما یه 2 کیلو مواد مخدر همراهت بوده و به خاطر مواد مخدر حکم جمهوری اسلامی ایران اینه که مردم رو اعدام کنید، مردم بیگناه رو به راحتی اعدام میکنن و یه برچسب دیگه میچسبونن بهشون. بسیار ممنونم. شما گفتید که این کسانی که مسئول هستن در دانمارک فکر میکنن شماها اغراق میکنین و امکان نداره زندانی به این بدی باشه. البته من دانمارک و هلند و اینها دیدم ویدیوهایی از زندانهاشون که حتی تو آمریکا وقتی نشون میدن خود آمریکایی‌ها باورشون نمیشه که زندانهای این کشورها اینقدر به اصطلاح راحت تمیز و این زندانی‌ها اونجا حقیقتاً کرکشن فسیلیتی یا جایی هست که به اصطلاح وضعیتشون بهتر میشه، در صورتی که زندان‌های آمریکا هم شرایط بدی داره و هر کسی میره اونجا بعد میره بدتر میاد بیرون. البته تو زندان‌های آمریکا این مسائل شکنجه و اینها نیست. الان شما شرایطتون توی دانمارک به این صورت هست که باید با وکیل برید به اصطلاح اون دادگاه‌های مهاجرت یا دادگاه‌های پناهندگی، یه مقداری در این رابطه صحبت کنید که توی دانمارک به چه صورتی هست. آیا یونایتد نیشن یا سازمان ملل هم اونجا به اصطلاح حرفی داره یا قدرت و نفوذی داره برای شما پناهجویان یا نه؟ من هنوز چون دادگاه نرفتم اطلاعات دقیقی در مورد اینکه یون چقدر نقش داره در دادگاه ندارم، ولی تا اونجایی که شنیدم زمانی که شما دادگاه میرید با وکیلتون یون نماینده داره و اداره مهاجرت دانمارک هم یک نماینده داره در دادگاه که اونها صحبت میکنن و وکیل شما از شما دفاع میکنه و سوالاتی هم از مثلا من میشه که من هم باید به اونها جواب بدم. دادگاه نمیدونم حالا در مورد ساعتش یا مکانش دقیق خبری ندارم که بخوام بهتون خبر بدم، چون هر کسی تو یک ساعت‌های خاصی دعوت میشه به دادگاه، روزی فکر کنم 3 تا دادگاه تشکیل میشه برای پناهنده ها توی دانمارک و دقیقا همونطوری که شما گفتید دولت دانمارک، من حالا در مورد دولت دانمارک هم صحبت میکنم، دولت دانمارک فکر میکنه هر چیزی که شما دارید میگید بزرگ نمایی میکنید. وقتی که از شما میپرسن که مثلا شما به چه جرمی توی زندان بودی، وقتی بهش میگی من جرمی نکردم، اصلا من 3 ماه زندان بودم و هیچ حکمی به من ندادن که به چه دلیل من توی زندان هستم، به چه دلیل شکنجه شدم، اصلا اینها رو توضیح نمیدن، باور نمیکنن یه همچین سیستمی وجود داشته باشه و شما نتونید شکایت بکنید. زمانی که من به دانمارکی میگم من سه ماه اولی که رفتم، مثلا 57 روز اولی که من اون منو گرفتن رفتم توی انفرادی، من تا 2 ماه بعدشم با وکیلم نمیتونستم صحبت کنم، با خانوادم نمیتونستم صحبت کنم، حتی حقی تلفن زدن هم نداشتیم. باور نمیکنن، فکر میکنن که من خواب دیدم بله. ولی واقعا در ایران این سیستم وجود داره که شما رو میگیرن میندازن توی زندان و جرمی هم نکردی، فقط میندازنت زندان به خاطر اینکه فکر میکنن که میخوای ضد منافعشون صحبت کنی. من دوستی داشتم توی زندان، یه آقایی بود به اسم اکبر امینی، اصلا تبرئه شد، از یعنی از زندان تبرئه شد سال، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 90، سال 91 دوباره ایشون رو گرفتن به زندان انداختن و بدون هیچ حکمی. تا زمانی که من داشتم به عنوان مرخصی از زندان میومدم بیرون ایشون فکر کنم حدود 2 سال بود اون موقع توی زندان بود و هیچ حکمی بهش نداده بودن که اصلا به چه دلیل تو توی زندان هستی. و اینها واسه یه کشوری مثل دانمارک عجیب غریبه و واسهش باور کردنی نیست که دولت ایران به همین راحتی برای هموطن خودش میتونه مشکل درست کنه، چون اینها واسه من که پناهنده هستم و براشون غریبه هستم سعی میکنن مشکل درست نکنن، سعی میکنن محبت کنن، سعی میکنن اگر مشکلی هست حلش کنن، ولی تو کشور خود من رژیم آخوندی دقیقا برعکس کار میکنه، هموطن خودش رو ذلیل میکنه، اذیت میکنه، فقط به خاطر اینکه میترسه که منافعش به خطر بیفته. بسیار ممنونم. به قول معروف شاهد از غیب. این دوست که همشهری من هم هست از کالیفرنیا میگه که به من میگفتن که با یک اگه با 1 کیلو هروئین
تو ماشینت گرفتیمت اعدام، یعنی رسما تهدید میکردن که برات پاپوش درست میکنن. یه دوستی هم به نام آقای امیر حسن میگه که قربون، هر رژیمی در جهان سوم و دوم اول برای ادامه حیات خودش مجبور مخالفین رو سرکوب کنه. بعد باز دوستمون آقای خوشنودی میگه دقیقا درست میگن، اگر یه مدرک جعلی ببری قبول میکنن، ما وقتی بگی هیچ مدرکی بهت نمیدن که بازداشت و زندان بودی، فکر میکنن که میپیچوشون یا میپیچونشون یه چیزی مثل این. در صورت آقای علیرضا نوری پور، من امیدوارم که شما قبول بشید و به خواستتون که اون گرفتن پناهندگی هست و اینکه بتونید اقلا برای آیندهتون تصمیم بگیرید برسید و شما کشور به اصطلاح مقصودتون همون دانمارکه یا به فکر هستید که یه جای دیگه برید؟ چون خیلی از اینا مثلا خود من با وجودی که آلمان بودم، حتی با وجودی که بعد اونجا قبول شدم، پاسپورت نگرفتم چون میخواستم بیام آمریکا، چون فامیل من، برادرام، مادرم، پدرم اینجا بودن. شما برنامه آیندهتون چیه؟ حقیقتش آقای سوربی، در حال حاضر من فقط دوست دارم توی کشور امن، حالا مثل دانمارک، زندگی کنم و زندگیم رو بسازم. رژیم آخوندی کاری با آدم میکنه که آدم نمیتونه فکر 5 سال آیندهش بکنه، فقط فکر الانشه که یه جایی زندگی بکنه و از این بلا تکلیفی در بیاد. در حال حاضر میتونم بگم فقط فکرم اینه که دانمارک زندگی کنم، بتونم ادامه تحصیلم رو بدم، درسم رو تموم کنم و بتونم زندگی خوبی رو شروع کنم، فقط همین. پس اجازه بدین ما امیدوار باشیم که شما اینجا قبول بشی، به آرزوات برسی و لطف کنی هر وقت قبول شدی و نتیجه خوبی گرفتی، ما را هم در شادی خودت شریک کنی. خیلی ممنون، امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شما و همه جوانهای ایران باشه. خیلی ممنون که با ما بودی. ممنون از وقتی که برای من گذاشتید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت.